تماشاچی هستید. مسعود پزشکیان امروز سه شنبه در نشستی با جمعی از وزرای سابق امور خارجه در ابتدای جلسه ضمن ارائه تحلیلی از عملکرد دولت 14 در این حوزه اظهار کرد ما در مدت کوتاهی که دولت 14 سر کار آمده تلاش‌های زیادی کردیم که برخی مسائل و مشکلات سیاسی را حل کنیم. در حال حاضر ارتباط ما با همسایگان مطلوب است و توافقاتی هم در جلسات و دیدارها داشته ایم. رئیس جمهور به دیدارها و گفتگوهای خود و رایزنی‌های مقامات بخش‌های مختلف با طرف‌های چینی و روسی در راستای تسریع در اجرای توافقات فیما بین و ارتقای سطح روابط اشاره کرد و افزود تبادل هیئت‌ها میان ایران با چین و روسیه در جریان است و تلاش داریم موانع پیشروی اجرای توافقات با این دو کشور را برطرف کنیم. چینی‌ها علاقه‌مند هستند در اجرای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در ایران فعال‌تر شوند و در ارتباط با روسیه نیز گسترش و تکمیل خطوط ترانزیتی و نیز خط انتقال گاز به شکل جدی در حال پیگیری است. پزشکیان به مذاکرات با نخست وزیر هند و ابراز تمایل آنها برای تسریع در اجرای طرح توسعه بندر چابهار اشاره کرد و تصریح کرد علاوه بر اصرار هندی‌ها برای فعال شدن مسیر بندر چابهار، کشورهای جنوب خلیج فارس نیز به دنبال گسترش روابط و به خصوص فعال شدن مسیرهای ترانزیتی با ایران هستند. رئیس دولت 14 با اشاره به اینکه از ابتدا اعلام کرده بودم که به دنبال گسترش روابط با همه کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی هستم گفت مذاکره با کشورهای اروپایی در حال انجام است، اما اسرائیل با شیطنت‌های اخیرش سعی در ایجاد اخلال و پیچیده کردن مسائل در این مسیر را دارد. رئیس جمهور خاطر نشان کرد در مدت کوتاه سپری شده از آغاز فعالیت دولت 14 حدود 95 نشست و گفتگو با رؤسای جمهور، نخست وزیران و مقامات سایر کشورها داشته ایم که نتایج خوبی به همراه داشته. به عنوان مثال در دیداری که با رئیس جمهور مصر داشتیم آقای السیسی تمایل کشورش برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را ابراز کرد و وزرای خارجه دو کشور برای پیشبرد روابط دو کشور مأموریت یافتند. پزشکیان همچنین پس از شنیدن نظرات حاضران ضمن تشکر از حضور و نظرات ارائه شده اونها اظهار کرد در آغاز فعالیت رسمی به عنوان رئیس جمهور هم گفتم که باور دارم باید با دوستان مروّت و با دشمنان مدارا داشته باشیم و امروز بیش از گذشته به این نظر اعتقاد دارم. ما برای رسیدگی به مشکلات داخلی و توسعه کشور علاوه بر سامان دادن امور داخلی باید روابط بین المللی کشور رو سامان داده، تنش‌ها رو رفع و زمینه رو برای تعاملات و مراودات با کشورهای منطقه و جهان نیز بهبود ببخشیم. رئیس جمهور در آخر گفت به نظرم حتی در رابطه با آمریکا نیز ما چه بخواهیم و چه نخواهیم بالاخره در عرصه منطقه‌ای و بین المللی با این کشور مواجه خواهیم شد و بهتر است این عرصه را خودمان مدیریت کنیم. البته دولت در نهایت کلیت سیاست خارجی را در چهارچوب استراتژی و رویکرد کلان نظام پیش خواهد برد. در این جلسه علاوه بر چند تن از وزرای سابق امور خارجه، وزیر فعلی امور خارجه، معاون راهبردی رئیس جمهور، رئیس دفتر او و معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور هم حضور داشتند. از طرفی دیگه امروز نشست خبری سخنگوی دولت با اهالی رسانه برگزار شد. در این جلسه سوالات متعددی از جمله برنامه دولت برای مقابله با ترامپ و فشار حداکثری اون، نحوه مواجهه پزشکیان با جبهه پایداری و مخالفان اون و چندین موضوع دیگر مطرح شد. با سلام خانم سخنگو، در اظهاراتی که رئیس جمهور منتخب آمریکا داشتن گفت
گفتن که ایران رو کشور موفقی میخوان و دنبال تغییر رژیم نیستن. با توجه به تأثیراتی که تحریم در اقتصاد ایران و مانع شدنش هست که توسعه ایران تحقق پیدا کنه، اگر که آقای ترامپ دوباره سیاست حداکثر فشار رو دنبال نکنه، آیا ایران حاضر هست که در نظر بگیره برای در ازای گشایش‌های اقتصادی مذاکره مستقیم با آمریکا بکنه، یا این گزینه اصلاً در دستور کار ایران قرار نخواهد گرفت؟ مرسی. خیلی متشکرم. چون ما سرزمین شعر و ادب هستیم، عرض بکنم که آزموده را آزمودن خطاست. سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در زمانی که با کرونا هم همسو شدیم و همراه شدیم و بسیاری از کشورهای جهان دچار مشکلات جدی معیشتی شدن، در کشور ما شکست خورده بود و دیدیم که پاسخ نداد. لذا اونچه که برای جمهوری اسلامی ایران ملاک قضاوت هست، نحوه عمل اونهاست و نه نحوه گفتار اونها. طبیعتاً ما از روی عمل اونها رو قضاوت خواهیم کرد و پیشنهاد ما به آقای ترامپ این هستش که تجربه گذشته رو مد نظر قرار بده و متناسب با تجربیات گذشته سیاست‌های شکست خورده‌شون سیاست‌های جدید رو اتخاذ بکنن. این رو هم عرض بکنم که دولت سناریوهای لازم رو برای شرایط مختلف اقتصادی طراحی کرده و تلاش می‌کنه که منافع ملی رو به صورت کامل متناسب با اهداف والای انقلاب اسلامی در نظر بگیره و پیشنهاد می‌کنیم که دولت آقای ترامپ از هر گونه مسیر اشتباهی که بخواد حق مردم ایران رو ضایع بکنه پیشگیری بکنه و وارد سیاست اشتباه نشه. ببخشید، برای مذاکره مستقیم آیا این گزینه رو در نظر میگیره ایران یا نه؟ منافع ملی ما هر آنچه را که در واقع لازم بشه براش و اهداف والای انقلاب اسلامی، اون هر چی رو که لازم بشه با توجه به راهبری‌های مقام معظم رهبری و آن چیزی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب بشود اجرا خواهیم کرد. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم. خانم مهاجرانی، طی هفته های اخیر بر اثر حضور پایداری ها و طیف منتقد و رقیب دولت، انتقادات زیادی نسبت به این حضور شاهد بودیم و برخی معتقدند که حضور پایداری ها و طیف رقیب ممکنه به یک پاشنه آشیل دولت تبدیل بشه و برخی دیگه هم معتقدند که در آینده نزدیک دولت آقای پزشکیان شاهد چالش های متفاوت و زیادی خواهد بود. برنامه‌های آقای رئیس جمهور برای کنترل و نظارت مخالفان که الان در دولت حضور دارن چی هست؟ خیلی متشکرم. این رو عرض بکنم که اصولاً در دیدگاه علمی هیچ تصمیمی 100% مزیت یا 100% عیب نخواهد بود. همه تصمیم‌های ما قسمتی مثبت دارن، قسمتی منفی دارن. اما برای اینکه بشه نکاتی رو که شما هم اشاره کردید به حداقل رسوند، اول این رو عرض بکنم که دولت در واقع بر مبنای شایسته سالاری انتخاب همکاران خودش رو در دستور کار قرار داده و لذا آن چیزی که مهم هست شایسته سالاری افراد هست. همه افرادی که منصوب دولت هستند، در واقع منصوب می شوند از طریق دولت، موظف هستند که پیگیری بکنن گفتمان دولت رو، یعنی گفتمان وفاق رو باید پیگیری بکنن و سیاست های رسمی دولت هم با استفاده از توان کار کارشناسی تشخیص داده شده و در جریان قرار گرفته. و آخرین نکته که توان کارشناسی بر توان سیاسی در این دولت رجحان داره. تأکید بر این هستش که توان کار کارشناسی و حل مسائل مردم، آن چیزی که به هر حال انتظار مردم از دولت هست، این هستش که دولت ها مسئله های مردم رو حل بکنن و این موضوع به عنوان موضوع اول در دولت در نظر گرفته شده. سرخا خانم علی اصغری از دنیای اقتصاد سوالشون بپرسن لطفاً و پس از ایشون آقای عبدالله شاهی از مهر. با سلام خدمت شما. کجای دیدم؟ بله. من اینجا. بله بله دیدم. امیدوارم خوب باشید. سوال منم مربوط به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و اینکه واقعا در دوره‌ای که او اومد در کاخ سفید، ما با شوک اقتصادی بزرگی روبرو شدیم. ما شاهد این بودیم که 4 برابر بشه دلار، متورم بالا رفت و فروش نفت به 500,000 بشکه کمتر رسید. با توجه به این شرایط، آیا راهکارهای اقتصادی ما در برابر
برابر اون چه خواهد بود و با توجه به اینکه ما آیا باید منتظر واکنش اونها باشید؟ شما مطرح کردید در این زمینه که مذاکره ما مربوط به نحوه عملکرد اونهاست. واقعا کار دیپلماتیکی که ما می‌خوایم بکنیم چیه؟ خیلی متشکرم. انتخاب آقای ترامپ اول به مردم آمریکا مربوطه و طبیعتاً انتخابی هست که خود مردم آمریکا انجام دادن. لازمه که یکم برگردیم عقب و تاریخ رو نگاه بکنیم. در سالهای گذشته ما با پنج به علاوه یک صحبت کردیم، مذاکره کردیم و در نهایت به یک توافق هسته‌ای رسیدیم که همه جهانیان هم شاهد اون بودن. اون کسی که از توافق خارج شد آمریکا بود، نه ما. ما در داخل توافق باقی ماندیم و این آمریکا بود که وارد سیاست فشار حداکثری بر ایران رو تحمیل کرد. اینها بودن که گفتن ایران 40 سالگی خودش رو نخواهد دید و دیدیم که الحمدلله به بهترین نفع ممکن با وجود همه فشارهای اقتصادی، با وجود در واقع همه‌گیری بیماری کرونا، دیدیم که ایران الحمدلله سربلند بیرون آمد. البته بر مردم فشار وارد شد، تردیدی در این موضوع نیست، ولی به هر حال آن چیزی که مهمه اینه که ما توافق کردیم و او از در واقع برجام خارج شد. نکته‌ای که در اینجا لازمه راجبش صحبت بکنم این هستش که آن چیزی که مصالح کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشه رو دنبال خواهیم کرد و همونجوری که در سوال قبلی همینو عرض کردم، نکته مهم در این هستش که با رهبر معظم انقلاب و تصمیم‌هایی که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد، سیاست‌های لازم رو پیگیری خواهیم کرد. تحصیل راهکار اقتصادی که داشت تمام سناریوها دیده شده. ما از قبل هم در واقع مبتنی بر سناریوهای مختلف دوستان بودجه رو بستن. همه سناریوهای موجود آماده است و آمادگی کامل برای برخورد با موضوعات رو داریم. سلام و عرض ادب دارم خانم دکتر. علیکم السلام. کجایید آقا؟ نه دیدمتون. بله بله بله. خانم دکتر، بعد الان چند روزه، تقریبا یک هفته است، نماینده های مجلس چند مورد مصاحبه داشتن، از جمله آقای ابراهیم پور نماینده ایزه گفته که مجلس به شدت مخالف افزایش قیمت بنزینه و در جریان بررسی لایحه بودجه زیر بار گرانی بنزین نمیره. میخواستم بر ما بفرمایید که اولا توی لایحه بودجه همچین چیزی پیش بینی شده، یعنی افزایش قیمت بنزین تو لایحه بودجه پیش بینی شده، و اگر بله احتمالاً چقدر میشه قیمت بنزین برای سال آینده؟ خیلی متشکرم. این رو عرض بکنم که خط قرمز دولت آسیب به معیشت خانوارها، به خصوص خانوارهای در واقع کم درآمد هست، ولذا در بودجه 1404 افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته نشده. در واقع بودجه بدون افزایش قیمت بنزین تدوین شده. نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعیت اینه که ما در حوزه بنزین ناترازی داریم. یعنی میزان مصرف ما از میزان تولید و در واقع وارد از توزیع ما، تولید ما بیشتر، لذا مجبوریم واردات داشته باشیم. این ناترازی واقعیت داره. ولی نکته‌ای که مهمه اینه که دولت همونجوری که بارها تاکید کرده بدون کار کارشناسی و بدون همراهی مردم هیچ کاری رو که در راستای افزایش قیمت‌ها و آسیب به اقشار مردم باشه انجام نخواهد داد. لذا از دغدغه نمایندگان محترم مجلس هم تشکر می‌کنیم و ممنون هستیم که به فکر معیشت مردم هستند. سوالش رو بپرسم. عرض سلام و خدا قوت خدمت. علیکم السلام. سرکار خانم، سوال من در مورد این هستش که با توجه به اینکه از اوایل شوره دولت یکی از مهمترین کارهایی که از سمت وزارت کشور انجام شد پیگیری و ساماندهی اتباع، بالاخص اتباع غیر مجاز بود، الان در حال حاضر در مرزهای شرقی ما اقدام جدید صورت گرفته در دستور کار هست یا نه، و اینکه الان خود دولت تخمینی از تعداد اتباع غیر مجاز داره یا خیر؟ خیلی متشکرم. من این رو عرض بکنم که لازمه یه تیکه رو توضیحی عرض بکنم. دوستان، ما باید مهاجر رو در اتباع از پناهنده جدا بکنیم. معمولا مهاجر کسی است که با در واقع مهاجر قانونی است،
با یک سازوکار مشخص وارد میشه. در همه دنیا هم مهاجرین باید قانونی باشند. مهاجرین غیر قانونی رو در خوشبینانه‌ترین حالت میشه به عنوان پناهندگان اونها رو لحاظ کرد. لذا مهاجرین رو از پناهندگان جدا میکنیم. تعدادی از کسانی که در کشور ما هستند به عنوان مهاجرین قانونی هستند. تعدادی از اینها به عنوان پناهندگان یا مهاجرین غیر قانونی هستند که کاری با عنوان دیوارکشی در مرز شروع شده. 90 کیلومتر رو در واقع در فاز اول دیوار 90 کیلومتری برنامه‌ریزی شده که انشالله تا نیمه اول سال آینده به پایان خواهد رسید. کار دومی که در واقع در دست هست این هستش که شناسایی و ساماندهی بشن. البته وقتی افراد غیر قانونی هستن اصولا شناساییشون هم کار ساده ای نیست و کارهایی هستش که پیچیدگی های زیادی رو داره. و نکته سوم این که کنترل هوشمندی که وجود داره و استفاده از تجهیزات نوینی که به عنوان تجهیزات نوین اپتیکی یا نوری یا اصطلاحا بایومتریک استفاده میشه میتونه کمک بکنه که انسداد مرزها رو به صورت غیر دیوارکشی انجام بشه. و آخرین نکته هم که راجبش صحبت بکنم اینه که ما همواره میزبان اتباعی بودیم که به صورت مجاز وارد کشورمون شدن و در طول این سالها هم یکی از در واقع پرپذیرش ترین کشورها در پذیرش اتباع قانونی در کشور. البته الان غیر قانونی ها هم در کشور زیاد هستن. عرض کردم عدد رو اگر بخواید باید با وزارت کشور پیگیری بکنیم. نظر شما درباره این ویدیو چی بود؟ حتما نظرات خودتون رو تو قسمت کامنت با ما در میون بذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک و کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید تا در جریان آخرین اخبار و حواشی اون قرار بگیرید.